های وطنم نام تور بالا ببینم ها دل آرام ای اخ تو را زیباتر از دنیا ببینم ای جان من بهر گوشه بشان و من حالی اخ تو را سر سبز و هم زیبا ببینم ای وطنم نام تو را بالا ببینم تو را زیباتر از دنیا ببینم به هر گوشه بشان و من حالی تو را سرسبز و هم زیبا ببینم تو را سرسبز و هم زیبا ببینم بیا بریم به باقی کناری آب و شاری بزیری هر چناری ای جان من بزیری هر چناری ای جان من بیننده گرامی دور از چشم صاحب باغ این یک تیم معلوم میشد فکر میکنم انگور هست و 100% هم انگور هست می باید تشخیص بدم کی انگور چیه آگونیم که نام خدا کلیز نداره بابا ما خود ما کلیز میگزیم کلیز ما رو گزیده نمیتونه واقعا که چقدر نام خدا پربار هست محصولات باغ ها و واقعا الحمدلله امسال از خصوصا از محصول انگور دهقانان عزیز ما واقعا خرسندن راضین خوب محصول داده ببینین که پشت هر تاک چقدر ریخته تصویری اگر از این قسمت داشته باشین آقای کاظمی ببینین که کلا چقدر انگورها هست و بیاین داخل جوه کلا بیننده عزیز به جایی که برگ باشه در داخل جوه ها و پشت جوه ها کلن انگوره نام خدا ایره بگم که به گفته دهقانان عزیز کم نشه این هم انگور لعله ببینین که در تاک هست باش که نگاه کنین که نام خدا قابل توصیف نیه بیننده عزیز خیلی من خرسندم هرچی که پیشتر میرین بیشتر میشه آقای کاظمی اگر از این قسمت تصویر داشته باشین ببینین که چقدر پربار هست فکر میکنم که فکر میکنم انگور سیاه میگن بیاین انگور سیاه رو ببینین که با چی قسم محصولی داره یعنی در تاک چیگونه است فکر میکنم به به من خود دیدم دیگه نفهمم شما دیدین یا نه قسمت البته معمولا بیننده گرامی انگور به پشت پل قرار داره به 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 کلن سیاه میزنه به قابل وصف نیه بیننده گرامی نمیتونم توصیف کنم این خوبی ها و این زیبایی ها و این محصولات گرانمایه دسترنج دهقانان عزیز نمیشه که من وصف کنم به ببینین که چقدر هست هرچی که پیشتر مینی هیچی نه عقرب داره نه هم مار نه هم گژدم بسیار هیچی نیست جز از محصول خوب این آقای کاظمی تصویری داشته باشین ببینید که کلن روی پلر گرفته سیاه شده و نه قابل وصف نیه می باش که دنیا به به چقدر خوشتمه خب بیننده گرامی واقعا وقتی که میایم خصوصا این محصولات رو که میبینیم انرژی ما دوچند میشه امیدواری ها زیاد میشه و ای که بیشتر میتونیم در این هوا نفس بکشیم راحت تر میتونیم صدا بزنیم صدا بکشیم از خود به خاطر که این دسترنج خود ما هست
این یعنی چیزی محصولی هست که از خود ما به دست آمده و بگم که بوی خوش روستا واقعا حس میکنی در داخل این باغ ها. خب این عزیز، امروز خوب شد که ما وقتی به طرف ثبت برنامه اومدیم معمولا باید لباس رسمی داشته باشین، ولی امروز اتفاقا اتفاق افتاد و با لباس محلی اومدم و خیلی خوبه که با لباس محلی اومدم، که من لباس رسمی یا درشی می داشتم هوا هم تقریبا گرمه، گرچه خوب یک فضای دیگه ایجاد شده در داخل از باغ، ولی خب با لباس محلی خیلی راحت تریم. در کنار وحید جان هستم و می خوام که بپرسم که باغی که شما دارین روی زحمت میکشین چند جریبه؟ باغ ای باغ ما خود سرا ما که هست 8 جریب زمینه، تقریبا نیم جریب داخل سرا شده، 7 نیم جریب دیگه باغ اختصاص داده شده. بسیار عالی. چند نوع انگور داریم مشخصا اگر انگورهایی که به دست میه و عرضه میکنیم بازار؟ ما بیش از 14 نوع انگور داریم ای باغ، که بعضی اینا خیلی زیاد داریم، مثلا چند جوه یا تقریبا 100-200 تا تاک داریم، بعضی اینا رو کم داریم، مثلا همزر داریم که فقط خود ما استفاده میکنیم از اینا. انگور عرضه کننده که ما بازار عرضه میکنیم، مثلا همین لعل سیاه فخری، سر رقم فخری داریم، 4 رقم، یکی از این جمله از خانواده فخری، همین انگوری داریم به نام 60 عروس داریم، همین انگور ایتی لعل داریم، کشمشی هم داریم که ما خود شما بدیدیم که کشمش خونه داریم و کشمش میکنیم، از انگور کشمشی کشمش میکنیم. میوه سردرختی مثل شفتالو، زردالو، اینا چین و ناهلای در داخل باغ داریم؟ داخل از این باغ هر میوه‌ای که به هرات بشه ما داریم. به داخل از این باغ ما تقریبا 2 جریب زمین، همین زمینی که بوده ایرما شفتالو کشته بودیم. شفتالو درختی که 7 ساله زود از بین میره، شفتالو رو بکندیم، به جای از او بادام کشتیم، به جای از او قطره طلا کشتیم، بیش از 300-400 بوتا انار داریم، 200 درخت سیب کلون داریم ما داخل از این باغ، و انواع و اقسام سیب ها، مثلا 5-6 رقم سیب داریم. یک از جمله همین سیب که به دست منه که حال میرسه، سیب سبز میگم که تقریبا 1.5 ماه بعد دیگه میرسه. یک سیب داریم که ما اول زمستون میرسه، سیب های زودرس داریم که اول با بازار میره، دیگه انجیر داریم، دیگه همین میوه که به ایراد میشه ما داریم داخل از باغ. خیلی خوب، قبل از اینکه با شما صحبت شروع کنم اشاره کردین که فارغ از پانزه زراعت هم هستیم یا زراعت رو خوندین، میشه که بگین که چی خوبی های داشته که هم زراعت پیشه بودین به نوعی و همین که بخش زراعت، یک بخش از زراعت رو خوندین، چی خوبی های داشته؟ امو یک مطلی هست میگم، هر کی پیشی همو نیاکان خو میباره. ما پدرم خوب زراعت پیشه بودم، ما همو رشته ما همو چیزی که ماستیم زراعت بوده، زراعت خود ما بخوندم. منتها زراعت به افغانستان دیگه اوت میکانیزه نمیشه، زراعت عصری نمیتونه ما پیش ببرده، بخاطر بودیجی کم و شرایط خوب نیه. به همین خاطر یک رشته بوده که خود ما علاقه داشتم امیر بخونم. این که خوندم از او حتما خوب استفاده هم کردن، مثل بعضی از دوستان مثلا رشتهایی میخونن و ارتباطی هم با او ندارن، استفاده کرده هم نمیتونن، ولی شما عملا استفاده هم کردن حتما. بله، ما از این رشته که بخوندم امو حال خود ما سرم کشت و زراعت اکثریت وقت کار میکنیم، امو چیزایی که امونجا بخونده بودیم ولی از او استفاده میکنیم و برای امی زراعت خود کار میکنیم. خیلی خوب، معمولا در میوه های سردرختی مثل شفتالو و زردالو و انواع اقسام از دیگه هست پیوند میزنن، مثل توت، آیا تاک ها هم این خاصیت رو دارن؟ بله بله، حالا همون که ما گفتم متاسفانه اینجا زراعت میکنی زنه شده، بازم تقریبا یک کمی پیشرفت کرده. تاک را مال ما پیوند میزنیم، پیوند میکنیم، همون تاکی که مثلا انگوری مثلا سنگک و یا آوی که جلو بوده او را قلم میکنیم، به جا از یا لال میکنیم، یا انگورای خیلی بیترتر یا موده که به میش آب و هوا توافق داره او را به جا از جا گزین میکنیم. از تنه تاک
دیگر چیزی و میوه و دیگه چیزی به دست میاد. بله بله، تنها دیگه چیزی پا این قلم میکنیم بالای که میوه میکنه باز دیگه انگار. یعنی به چی شکل؟ چون من واقعا معلومات آنچنانی ندارم و تا حال هم از هیچ یک از دهقانان روی از این موضوع خود اینو صحبت نکردم که آیا تاک هم پیوند میشه. شاید اگر چه نباشه اولین باره باشه که من شنیدم که تاک هم پیوند میشه. درخت ها اینو خود تو پیوند دیدیم و پیوند میکنن. میشه درباره پیوند تاک هم توضیحات بدین که چی نو پیوند میشه؟ باشه، دیگه درخت ها که هست پوست درخت را کمی قلم میکنم، زیر پوست میکنم، همی اجرات از او خود از او میزان میکنم و درخت میگیره. تاک هست پوست از او پوست زخیمی یا پوست سخت داره که خشک معمولا که او نداره یا مو چیز خود نداره او رقم پیوند نمیشه. ما شکل آمیانه بگم امو اسکن پیوند یا اون پیوندی که او رو قلم میکنیم، ما بعد از او به جا از او یک پونگ امی یک شاخی از او انگور دیگه که داریم یا از تاک دیگه که داریم داخل از این میگذاریم، این طریق پیوند میشه. تنه تاکر به نوعی سوراخ میکنیم، میریم عمیق عمیق سوراخ میکنیم، پایین میریم دیگه. وقت تنه تاکر ما تاکر میایم از اون رو خاک قلم میکنیم، تقریبا 20 سانت 15 سانت از خاک بلندتر رو قلم میکنیم و بعد از اون وسط تاکر دو جو میکنیم. تقریبا تاکر برای یک 20 سانت ما دو جو میکنیم. وقتی که دو جو میکنیم رو خود یک چیزی کم وا میکنیم، همین شاخه که دیگه درخت گرفتیم رو به داخل از اون میگذاریم، چهار دوبار از اون چسب میکنیم، پلاستیک میکنیم. خب دیگه اینجا عصری نیه، خب خیلی چیزای نیه، باز گل میکنیم یا چهار دوبار خاک میریزیم و همون طریق رو میگیره. خیلی جالب بود و من بار اولی که توضیحات رو شنیدم وسط خود تاکر در اونجا شاخه از تاک دیگه قرار میدن و باعث میشه که رشد کنه. این کار که میکنن تا چند سال بعد میوه میده؟ ایتنه که اگر تا که امو سال اول ما زور بدیم و یا که رسیدگی خوبی برای بکنیم به سال دوم و سوم حتمی انگور میده بر. حتمی میوه میده که ما از او استفاده میکنیم. اگر حل از او هوش نکنیم، حل از او مراقبت نکنیم که علف بگیره و دگه بشه، باز کمک طولانی تر میشه، تقریبا تا 7 سال 8 سال بعد میوه میده. چون شما انجینیر زراعتیم و بیننده های عزیزی هم که میبینند، اکثریت باغدارا هم برنامه پیگیری میکنن میبینند، درباره تاک بوری توضیحات بدین که آیا اگر همین تاک دقیق بوریده بشه چی خوبی های برای محصول انگور داره و اگر معمولی بوریده بشه چی بدی های میتونه داشته باشه؟ تاک پیشتر همینج اجیسای بابا گفتم عبدالستار خان که از ما امسال باغ ما انگور نکده، شما چرا غذر انگور کرده. همین تاک بوری یا شاخچه بوری یا شاخچه زدن درخت ها که هست، ما اگر آدم حرفه‌ای نباشه یا کسی نباشه که مسلکی نباشه که از پیش خود خود سر بره ببره، باعث از این میشه که تاکر نفهمه پونگر چی رقم نگاه میداره. به همون خاطر یک سال باغ انگور میکنه، یک سال میبینیم انگور نمیکنه دیگه. هیچ تاثیر خیلی بالایی داره. تاثیر خیلی بالایی داره. بعضی سالا میبینیم انگور نمیکنه، یک چند خوشه میکنه، ما انگور خوب میکنه. مون تا محصول پی میاره. اگر شخص حرفه‌ای باشه محصول ما بالاتر میره و یعنی کیفیت بالاتر میشه. بسیار عالی، تشکر از شما، توضیحات خوب دادین و جان امیدوارم که محصولات زیادتر هرچه تجربه بیشتر به دست بیارین، زحمت و تلاش بیشتر بکشین و محصولات بهتری به دست بیارین انشاءالله. تشکر، زنده باشین. ما مردم روستا که هسته یا دیاد کوشش میکنیم که یک محصول خوبی به دست بیارین که به مردم شهر عرضه کنیم و مردم وطن ما از او استفاده کنن. البته مردم شهر هم ناجوری نکنن، ارزون نخرن دیگه. البته مقصر مردم خود شهر نیان، کسایی که از روی چرخ‌ها و مغازه‌ها خریداری میکنن، دهقان ما ارزان انگور به بازار عرضه میکنه یا در کل محصولاته، ولی این دست فروش های داخل بازار هم متاسفانه که قیمتا رو گزاف میبرن بالا. همونطوره، خب ما انگور خوب و مرغوب میاریم به شهر، میاریم اور به چرخدارا میدیم و چرخدارا هم از ما ارزان میخرن و دیگه مردم گرانتر میدن. مشکل گناه دولته که یک سردخونه یا دیگه تیار نمیکنه. مثلا شفتالو ما داریم، وقتش که شفتالو میرسه من 15 روپیه میدیم و زمستون یا دیگه وقت برای مثلا من 1.5 ساعت یا 2 ساعت. بخاطر همین از دیگه جا میایه، ما یخچال نداریم که اونا نگهداری کنیم، همین محصول خود ما به خود ما پس گرانتر میده. خیلی خوب، امیدوارم که البته جای داره باز هم تشکری کنم به خاطری که فضا رو به دسترس ما قرار دادین و تیم تلویزیون استار خواستین و
آمدین در اینجا و در جمع مهربانان در داخل باقی محیط خلاصت به دسترس ما قرار دادین. تشکر میکنم شما، امیدوارم که همیشه شاد و بهروز باشین، موفق باشین، زنده باشین، سلامت باشین. هر وقت بیایم همی باغ در خدمت شما، خیلی خوش اومدیم که به غریب ما سلامت باشین. و بیننده گرامی بیننده باشین و از جمع این مهربانان هنوز در خدمت شما خواهیم بود. بیننده گرامی، اینها جوانان آینده قریه زیبای کبوترخانن و فقط خود معرفی میکنن و میگن که صنف چندن. اسم تو؟ عبدالله جان. عبدالله جان صنف چندی؟ صنف دو. صنف دوم، آفرین. اسم تو کوکو جان؟ مهران. مهران جان صنف چندی؟ صنف اول. صنف اولی، آفرین. اسم تو؟ پیمان. پیمان جان صنف چندی؟ صنف شیش. صنف ششم، نام خدا خلاص کردی مکتبه. میگه در آینده چیکاره بشی انشالله؟ دکتر. آفرین، دکتر بشی. مگر شما کلینیک نداره تو دکتر بشی که مشکلات مردم رو حل کنی. اسم تو؟ سهیل. سهیل جان صنف چندی؟ سوم. صنف سوم. مکتب خود کبوترخان میری؟ بله. آفرین. اسم تو؟ آسیب. آسیب جان صنف چندی؟ صنف سه. شما هم صنفی؟ آه. تو بیشتر شوخی هایی؟ ای. خب آفرین. کدوم اگه اول نمره این؟ هیچ کدوم؟ هیچ کدوم. آفرین. اسم تو؟ متین. متین جان صنف چندی؟ میگون چهار. شیش میگی چهار. آفرین. میخوای که در آینده چیکار بشی؟ دکتر. آفرین. اسم تو؟ عارف. عارف جان صنف چند؟ هفتم. صنف هفتم، خلاص کردی دیگه نام خدا. میخوای که در آینده چیکار بشی؟ پلیس. پلیس، آفرین. یک کوچولو هم که در جمع است. اسم تو؟ سهیل. سهیل جان صنف چند؟ صنف سه. صنف سوم، آفرین. اول نمره ای؟ بله. از سیمای معلومه که اول نمره. چرا اول نمره ای؟ خاطر یادش. آفرین، واسه درس خیلی خوندی. بچه‌ها نگاه کنینی، به خاطر اینکه اول نمره سهیل جان که درس خیلی خونده. شما هم که درس بخونیم چیکار میشن؟ اول نمره. آفرین. اسم تو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خالد هستم، باشند خیر کبوتر. خالد جان صنف چندی؟ ششم. صنف ششم، به مکتب خود کبوترخان. بله. آفرین. اسم تو؟ رامین. رامین جان صنف چندی؟ اول. صنف اول. بله. تا صنف 12 میخونی؟ بله. آفرین. اسم تو چیه؟ آره. هارون جان صنف چندی؟ دو. صنف دوم. تو از چیان صنف تو بالاتره؟ آه. آفرین. خب بیننده گرامی، امیدوارم که لذت برده باشین تا این قسمت از برنامه بوی خوش و رسار. بیننده ادامه برنامه باشین. بیننده گرامی، از داخل باغ بیرون شدیم و در داخل کوچه های قریه زیبای کبوترخان قدم میزنیم و میریم طرف مسجد جامع با جمع کسیری از اهالی مهربان این قریه که از صبح تا حالا با ما هستن و ما رو همراهی میکنن. موسفیدان، بزرگان، جوانان، نوجوانان و اینکه واقعا که در جمع اینا هستم احساس خیلی آرامش، احساس خوبی، احساس واقعا خستگی ناپذیری داریم و کوچه های بزرگ همدار قریه زیبای کبوترخان به همت خود مردم ساخته شده. کوچه ها بزرگ کردن به خاطر تردد ماشین ها، موترها که راحت بتونن از کوچه ها عبور کنن. مسجد جامع قریه کبوترخان، فکر میکنم در قریه کبوترخان یک مسجد جامعه، یک مسجد جامعه که چهار مسجد داره و یک مسجد جامعه داره که در اینجا نمازهای جمعه را ادا میکنن، نمازهای عیدین را ادا میکنن و مردم همون نماز وحدت بخش جمعه دور هم از تمام قریه جمع میشن و در اینجا نماز میخونن. بیننده گرامی، قریه زیبای کبوترخان داره که از اول برنامه اگر تعقیب کرده بودین و دیده باشین، کلن قریه پرباری بود، قریه هست که اهالی مهربان این قریه با هم علاوه این که در یک محیط زندگی میکنن، خیشاوند هم با هم هستن، قوم هم هستن و همگی با هم اتحاد و اتفاق و یک پارت دارن و این باعث شده که به زیبایی های قریه بی افزایل. اگر در این منطقه قرار داریم و درخت و آب اینها نیست، ولی دلهای مردم سبز، دلهای این مردم پر از مهر و محبته و ما هم رسیدیم به مسجد جامع که فکر میکنم مسجد جامع به همت خود مردم ساخته شده و اجروس مسجد جامع مردم ساختن یا کدام خیر مسجد جامع برشون؟ خیری بود به نام محمد خان علی کوزایی به حساب همی پول از رو دا چیز هم از خود مردم شده. اونا هم در ساخت عمده مسجد همکاری داشتن و خود مردم هم کمک کردن؟ خود مردم هم برای کمک کردن، خود مردم هم چیزی بعضی اولا کمک کردن.
خیلی خوب، در این مسجد طلاب درس میخونن؟ طلاب در حدود تقریبا 15 تا گاهی 10 تا طلاب اینجا درس میخونه. بله درسته، یک قسمت از مسجد جامع رو ساختن برای مدرسه. مدرسه بله، این قسمت پوین برای قسمت برای مدرسه، این کاسته برای چیزه. داخل مسجد جامع خوب بزرگ هم هست، یعنی پر میشه مسجد وقت نماز دیگه. خوبه خوبه، به نظر من نفوس خوبه، منتها این گنجایش نفوس داره. داره بله. اللهم افتح لی ابواب رحمتک. به به، چقدر زیبا هم مسجد درست کردین. به گفته شما هوادار هم هست، نیاز به کلی رو باز پکان چنان نیه؟ نداره چه؟ نه نداره دیگه. خب بازم کلی رو پنکه ساخته شده بلی دیگه. ساخته هست ولی برق باشه و نباشه شما میتونه؟ جای کنون و هوادار خوبه. خیلی خوب. و بیننده گرامی، معمولا این گنبدار که به این شکل درست میکنن و میسازن به خاطر هوای داشته باشه داخل مسجد؟ داشته باشه، اون خصوصا هم مساجد همین دارن، گنبدتر داره و مقبولتر. از جای دور مقبولتر معلوم میشه؟ مقبولتر معلوم میشه ولی. درسته. تقریبا چند گنجایش، چند نمازگزار همزمان داره؟ یعنی 400-500 نفر آدم میگیره تقریبا. او 20 در 20 به حساب سکنه، هر متر یک نفر باشه بازم سم میگن 400-500 نفر. بسیار عالی. بیننده گرامی، قدم زدن داخل مسجد لذت بخشه. جنازه رو من میگم میخونه خونه اینجا بده کنم اونجا میرم میخونم لازم نماز جنازه رو میگم میخونم وسط گرمی و دیگه خونه اونجا بزنم. بله بله، واقعا یعنی برای نماز جنازه هم مد نظر بگیرید. نظر گرفتیم. بله بیننده گرامی، همت مردم همیشه ستوده نیست. وقتی که دست به دست هم میدن به روی یک کار، حالا درسته که یک قسمت اصلی از این مسجد یکی از خیرین به دوش گرفته، ولی خب برای ادامه از این مسجد به تکمیل شدن خود مردم سهم داشتن و خیلی زیبا هم بساختن و این که باز ادامه از اون مسجد برای آبادانی مسجد در ادامه که نقص دارن جای بپاشه و در ضمن از اون این که مسجد رو آباد نگه داشتن از لحاظ نمازگزار، یکی اینه که مسجد ساخته میشه، یکی هست که در اینجا نمازگزار باید بیایه و نماز بخونه که هم الحمدلله هست. بله نمازگزارم، روزا جمعه غیر جمعه پنج وقت هم نمازگزار داریم. بله خب، بیننده گرامی، هنوز داخل مسجد هستیم و امیدوارم که این اتحاد و وحدت ها در تمام افغانستان عزیز ما سرتاسری بشه و تمام مشکلاتی که ما داریم حل بشه. بیننده ادامه برنامه بوی خوشروسا باشید. خب، آمدن داخل مجتمع فرهنگی غری زیبای کبوترخان که از پول همبستگی ملی و با کمک و همکاری مردم غری زیبای کبوترخان این مجتمع ساخته شده و به بهره برداری سپرده شده، در کنار رئیس عبدالستارخان هستم و میخوایم که درباره ساخت این مجتمع بیشتر صحبت کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر که من با دیورگی به شما تکرارن میگم خوش آمدین. این مجتمع فرهنگی قریه که بترخان است به دو بخش ای ساخته شده. طبقه بلند ازی از اونا است، طبقه پایین ازی از مردها بود. باز یک کمکای دگی شد و پولای از خود مردم جمعوری شد. باز یک مجتمع دگی کالی میرین خدای شما بعد از دیدن ازی او دیدن میکنیم. او باز مجتمع زنانه شد که یه اردوت بغر باز به مردم ری سفیدا گفتم این مردانه باشه و او هم زنانه. ای به سال 72 به سال 72 به کمک انکشاف دیاد برای ما پول مردمی داده شد و ای ساخته شد. به سال 92 به سال 92 پول از طریق انکشاف دیاد داده شد و 10% هم کمک مردمی بود و دو طبق ساخته شد. و حالا مردم استفاده میکنن از این مجتمع؟ بله 100%. اونو شما میبینید که تمیز و پاک مردم، اگر مجلس دارن، اگر ختم قرآن دارن از این استفاده میکنن، اگر مجالس عروسی و چیزان دارن و شیرینی خوری دارن از این استفاده میکنن، مرد و زن از این استفاده میکنن. در مقابل استفاده از این مردم کدام پولی هم پرداخت میکنن یا به طور رایگانه؟ نه رایگانه، این کلی رایگانه. هر کس محفلی داره میه محفل خود برگزار میکنه و هیچی؟ برگزار میکنه. یک چیزی فیصله کرده بودن که برای همه شکست رخته مثل شیشه چیز جزئی برای برق و این چیزا و برای مصارف و این چیزا همون هر مجلس یک 500-600 مردم امیر جمع میکنه میده که همون کارگر از یعنی تمیزکاری کنه و پاک باشه.
بسیار علی، تشکر. و ای که دسترس تمام مردم هست، تمام مردم به دسترس مردم، حتی بیگناهی که مثلا مردانای کوچی میتونم از استفاده کنم. یعنی مجتمع تمام مردمی ساخته. بله، مردمی عمومیه. تشکر از شما، امیدوارم که تمام کارها و برنامه شما همین قسم با اتحاد و اتفاق پیش بره. البته از ابتدای برنامه هم روی ازی تاکید کردین و بودم، موفق و معید باشین انشالله. و این بگین که میثاق شهروندی اگه در قری شما انشالله شروع بشه، چی برنامه در اولویت داره؟ که به خیر شروع بشه و پولی به حساب شروع ها که بده، بازم همین مردم و متنفذ قری و جوان ها اینا به میشینم، معلم این صاحب ها میشینم، تر مثال مولوی صاحب ها میشینم، به همین شروع میشینم، یک چیزی فیصله میکنن، نظر میدن، رای گیری میکنن، همون چیزی که نظر مردم بود، امان والفا بود، همون رو انشالله به راه میندازیم. هنوز اون نظر، هنوز اون کار تالی انجام نشده، ولی انشالله نظر مردم همینه که ما جوهای داریم، که اوبیری داریم، یک چیزی از طرف انجمن اوبیری از شهر کمک شده، چیزی به این پول و پلچک و امید زمین ها مردم که از این مردم استفادگی میکنن بزرگ بشه، بند و دنه ها مردم بسته شه که از زحمت و ذلت زیاد تر مثال مردم خیلی رنج میبرن، اونا اوبدی بشه و همین کوچه ها داخل کوچه ها مردم چیزی با اون نظر خود همین مردم هر نظری که فیصله کرد، او تنانیه که نظر شورا باشه یا رئیس شورا باشه یا نفر عضو شورا باشه، هر چیزی که مردم عموم فیصله کرد همون شورا همون کار را انجام بده. تشکر بسیار علی. خب بیننده گرامی، بیننده ادامه برنامه بوی خوش روسه از قریه زیبای کبوترخان باشید. خب بیننده گرامی، قسمتی که میبینین طبقه دوم مجتمع فرهنگی قری زیبای کبوترخان هست و در اینجا تقریبا موقعیت برای دفتر خودخود درست کردن چارت ها و تشکیلات اعضای شورا و بعض معرفی قریه و نقشه های هست. خب به هر حال کارکرد در کنار رئیس شورای انکشافی قریه زیبای کبوترخان هست و ما میخوایم که کارکرد های این شورا رو بیشتر توضیح بدن که چی کارهای انجام دادن. کار از این شورا از پارسال بود که این مجتمع ساخته شد و از سال 92 شد و با یک مجتمع دیگه آلمان به بر دست از این بساختن، این از پول خود مردم استونه که گنجایش 500 نفر داره، از اون برای زنانه ساختن، این برای مردانه. این هم حال دفتر شورا ساختن که دیگه در کل چی کارهای دیگه انجام داده؟ دیگه هنوز دیگه شنو شروع کردیم ما به حساب میثاق شهروندی که حالا بشده از امسال شد دیگه. شوراهایی که گذشته بود؟ شوراهای گذشته دیگه امیر تیار کردم و بمبی او بالا کردیم و دیگه چیزی چاری به مکتب خو مصرف کردیم، مکتب دخترانه داریم میگو بخش زکوه. مردم چقدر از کارکرده های شورای کشافی خورزی هم؟ خیلی رزیم. حالا با همین شورا که شده همه جوان انتخاب کردم، از اعضای و خود رئیس شورا، دو رئیس شورا داریم، هر دو تا جوان هن اینا رو کلن جوان آمدن به کلن دست جوان آمدن با مشوره ها و راهکارهایی که بزرگ با مشوره بزرگ های. بسیار علی تشکر، انشالله که موفقیت های شما بیشتر. تشکر، زنده باشید. خب بیننده گرامی، طوری که در داخل اون مجتمع دیگه بودین گفتن که یک مجتمع هم به همت خود مردم ساخته شده برای مخصوص خواهران، میبینین که خب جای بزرگی هم درست کردن و ستیج و این حرف ها، یعنی جایی که کلن محافل شادی، عروسی ها و شیرینی خوری های مردم در همین جا برگزار میشه، حتی اگر ختم قرآن یا دیگه مراسمی هم داشته باشن در داخل همین مجتمع ها برگزار میشه. واقعا جای خوبی ساختن و این قسمت کلن به همت خود مردم ساخته شده و به دسترس خود مردم هم قرار داره. خب بیننده گرامی، داخل قریه زیبای کبوترخان هستیم و در محیط قرار گرفتیم که این قسمت مجتمع فرهنگی بود که رفتیم داخل. در اونجا یک تصویر اگر حتما مشاهده میکنیم به تصویر که به همت مردم زمین از او اهدا شده، یک تقریبا یک کلینیک ساختن که به دسترس مردم قرار داره و خود مردم از او استفاده میکنن. و در این قسمت هم دیوار مکتب رو میبینین، مکتب قریه زیبای کبوترخان. اگر کمی جلوتر میرین که ببینین، البته نگفته نمونه که در این قسمت دواخانه هم هست که از اینجا دوار برای مردم میفروشن. البته معمولا زمین های
مکتب و کلینیک مردم اهدا میکنن. این زمین رو برای دولت مردم اهدا کردن یا زمین از مردم خود مردم دادن؟ این زمین مکتب و کلینیک هم خود مردم دادن. رایگان به دست راست مردم گذاشتن بدون پولی بدون چیزی. استقبال مردم از موجودیت مکتب داخل قریه تا چی اندازه؟ تا هر اندازه که فکر میکنم، چون مشکل مردم به این رفع شده، مشکل مردم دخترا و بچه ها همه به اینجا مشکل زنه همه به این رفع شده، همه برای کلینیک هر دو تا. بسیار عالی، هم دخترها درس میخونن هم بچه ها در اینجا؟ بله، هر دو تا درس میخونن، صبح از دخترها شما بعد از رفع بسترم. بسیار عالی، روز جمعه هم هست و ما اگه نه که کاش که از مدیر مکتبی بود که با او صحبت میکردین. خب بیننده گرامی، در داخل یک سوپرمارکتی آمدیم که در قریه زیبای کبوترخان هست و مسئول سوپرمارکت هم در کنار ما هستن و جالبتر از همین که کتابچه قرض و طلب ها و بدهکاری ها اینا هم اینجا گذاشته، ولی جالبه که همه یک خط خورده پولا خورده دادن مثل مردم. بله دیگه، چون وقت داده استاد همین وقت سوال مردم بیشتر حساب پول میدن. خب باشه، فکر کنم که اینجوری هست بدهکاری و طلبکاری. خب هر حال چقدر سرمایه گذاشتین اینجا و چقدر پول شما دست مردم هست؟ نیه به حدود 7 یا 6 لک روپیه سرمایه گذاشتیم. برو از بیشتر وقت زمستون و اینا رو ما به مردم به قرضه میدیم، با وقت تابستون جمع آوری میکنیم. ما همین مارک از مارکت شهر خریداری میکنیم و به نرخ 5% یا 10% با همون بالاتر از اون میدیم به مردم. یعنی بی حد و اندازه، نه فایده خیلی میخوریم نه هم بی فایده با مردم میدیم. بسیار عالی، تشکر از شما ای که خود مردم همکاری میکنین و اینار نیمی از سال اجناس میدین و نیم سال دیگه قرض جمع میکنین. خیلی خوبه و موفق باشین انشاءالله. زنده باشیم، خیر بینیم که شما بید ده دور افتاده ما تشریف آوردیم، زحمت ها خوب برای ما ببخشیم. تشکر از شبکه اصلاح که واقعا زحمت میکشه به همین دیای دور افتاده تشریف میاره و از حال مردم جویا میشه. بیننده گرامی، خب یک باد تند هم میوزه و دولخ باد هم هست، ولی خب به هر حال ایستادیم در سر یک سراهی و میخواییم که بایزانی که در اینجا هستن صحبتی داشته باشین. البته در موقعیتی آمده این که تقریبا جدا از قریه کبوترخان هست، ولی جزوی از قریه کبوترخان به نام منطقه دهقاسم. یک تن از اعضای شورای این منطقه در کنار ما هستم و میخواییم که با ایشان صحبتی داشته باشم و ابتدا خود معرفی کنن و بعد صحبت ها رو داره خود اینا. بسم الله الرحمن الرحیم، اسم محمد هاشم، خزانه دار شورای قریه دهقاسم. اولتر از همه تشریف آوری شما رو خیر مقدم میارد میکنم. زنده باشین محمد قاسم جان. چند ساله که در شورا هستین شما؟ همین تازه یک سال میشه که در شورا. بسیار عالی. چی تفاوت بین کبوترخان و دهقاسمه؟ دهقاسم هم جوار کبوترخان موقعیت داره، ارباب ما یکیه، مسجد جامع ما یکیه، مجتمع ما یکیه، تمام کارا ما همینطور با هم پیش میره انشاءالله. فقط شورا شما؟ دو شورا داریم، هر دو شورا با هم کار میکنیم، کار ما مشترک. کم اگه از هم دیگه کم فاصله داریم اسم جدای داریم. اسم جدای داره به همون لحاظ. بله تشکر از شما. چی برنامه ها پلان های دارین برای بازسازی قریه خود انشاءالله اگر کمک های دیگه بشه در قریه؟ از این به بعد که انشاءالله کمک های بخیر اگر بشه ما این که نلکشی کنه، چون این قریه نلکشی نشده، با آب آشامیدنی خیلی ضرورت دارم. بعد از اون همین اسفارت همین جاده ها بخیر بشه. انشاءالله در رأس کار شما سیستم نلوانی رو میخواین رو اندازی کنین انشاءالله؟ بله انشاءالله. البته پدر رئیس شورا هم در کنار ما هستن، خزانه دار شورای دهقاسم، و میخوام که دو کلمه صحبت کنم. اگه چی فکر میکنم مریض هم بودن مونده نباشین. کجا اول شما خوب است؟ الحمدلله سلامت باشین. از فرزند خود چقدر رزین؟ فرزند خود میگم ما با دست به خود خلاصین پر پروردگار الان می دنیا بودن یا خواه نکنه علمی میگم دیگه دیگه چیزی که دست من نمیاد. یعنی به خدمت شما هستم؟ هستم. شما نورس داده و میخوام میای بلند سر و از من خبر میگیر. زنده باشین و خوشحال شدم که یه حرف رو شنیدم. شما کشتیه که خود شما کشته بودین و حالا سمری و کشت میبینین و پدر و مادر خدمت کردین و حالا هم فرزند شما در خدمت شما هستن. و یک نصیحت برای جوانا داشته باشین؟ نصیحت همی که برای پیار و مادر خدمت